پسرم 9 سالشه، کلاس سوم هست. پسره و 5 سال و 3-4 ماهشه. فرزند پسر دارم، یه دونه 8 سالش هست. خیلی دوست دارم که بازیایی که تحرک داره، بازیایی که فعالیت انجام بده رو انجام میده، ولی متاسفانه به خاطر اینکه شرایطی ایجاد شده که تو خونه موندن، بچه‌ها بیشتر رو میارن به کامپیوتر و بازیای با تبلت و موبایل. سعی میکنم بازی فکری بگیرم، بازیایی بگیرم که باعث رشد فکری بچه‌م بشه. اصلا بازیایی که داره ماشین بازی و لگو و شطرنج بازی میکنه با پدرش خیلی. بعد بازی فکری خیلی داریم، بازیایی که حد بزنن یا مثلا پازل. بیشتر بازی خیالی، خیلی بازی خیالی رو دوست داره، دوستای خیالی داره، شنا میکنه، نقش حیوانا رو بازی میکنه. بیشتر در واقع اینطوری بازی میکنه خودش. من از لحظه ای که از سر کار در میام بیرون در خدمت فرزندم و خانواده هستم تا لحظه ای ارزم به حضورتون استرام. بازی گروهی داریم، بازی ارزم به حضورتون که فردی هم بعضی موقع دیگه فرصت بشه میارمش اینجا برای بازیگاه و برای شهر بازی و این مسائل. مثلا فوتبال با هم، من و همسرم و مثلا خودش با هم خیلی فوتبال بازی میکنیم تو خونه، یا مثلا بازیای فکری میشینیم با هم انجام میدیم. ما فوتبال دستی بازی میکنیم، بعد کرسی یه وقتا یه بخاری گرفته، بخاری برقی، مثلا میز میذاره دور کرسی میشینیم منچ بازی میکنیم. خیلی بازیای فکری زیاد داره. یا مثلا یه بازی داره هد بند هست اسمش، اونو با هم گروهی انجام میدیم. خب خیلی مهمه، شما عرضم به حضورتون که بچه ای که براش وقت بذاری، انرژی بذاری، مطمئنن به تناسب بچه‌تون رشد میکنه، ارتقا پیدا میکنه. اما خب براش وقت نذاری، مطمئنن در آیندهش تاثیر داره. هر ماه یک روز رو اختصاص میدیم به روز اسباب بازی، اصلا اسمش روز اسباب بازیه، و تو اون روز میریم در یک تاریخ مشخص 11 هر ماه میریم و با توجه به معیارهایی که دیگه دستمون اومده اسباب بازی مورد علاقه‌شو انتخاب میکنیم. به هر حال بچه‌ها توی بازی زندگی میکنن، به نوعی ترس‌هاشون رو و احساساتشون رو توی بازی‌ها بروز میدن و خیلی مهمه. خودشو تو بازی میشناسه. سعی میکنیم بازی‌های برد و باختی زیاد انجام ندیم، که بازی‌های برابری باشه، یعنی بازی صرفاً برای لذت باشه تا برای اینکه کی ببره و کی ببازه. بازیه که خودش خیلی بهش علاقه نشون بده، مطمئناً اون بازی خیلی رو شخصیتش تاثیر میذاره. ولی بازی که مثلا تحمیلی باشه، من بهش بگم حتما بیا این بازی انجام بدیم، اون بازی زیاد رو تاثیر نمیذاره. خودم باش بازی میکنم، چون باباش بیشتر سر کاره، خونه نیست، همین خودم باش بازی میکنم و بیشترم درس میخونیم تا بازی کنیم با هم دیگه. یه خود مشغله کاری نمیذاره بازی کنیم، حداقل دیگه یک ساعتی فکر کنم بشه. تایم بازیشون زیاد هست، بیشتر بازی کامپیوتری هست الان. حالا یه مقدارم کار دستی باش کار میکنم یا از پای چیزی با هم دیگه بسازیم. حداقل فکری باشه تا جایی که امکان داره، کیفیتش هم بالا باشه. بازی و اسباب بازی ها روی پرورش ذهنی و خلاقیت کودکان نقش خیلی زیادی دارن. بازی بخش مهمی از زندگی کودکه. اگه ما میخواییم رشد کامل و هماهنگی داشته باشه کودک، باید بهش بازی بدیم. اگر ما کودک رو از بازی کردن منع کنیم، در واقع اونو از زندگی کردن منع کردیم. و در واقع بازی وسیله‌ای هست که کودک میتونه به وسیله اون خصوصیات و شخصیتش رو نمایش بده و ما در مورد خصوصیاتش تصمیم بگیریم. به کودک کمک میکنه که خودش رو بهتر بشناسه، افکارش رو گسترش بده، بین اعضای بدن خودش و مغز هماهنگی برقرار کنه و باعث پرورش ذهن و خلاقیتش بشه. بازی گروهی حس مشارکت رو در بچه‌ها بالا می‌بره. باعث میشه بچه‌ها یاد بگیرن که چگونه با دیگران تعامل بکنن و با بچه‌های دیگه، با والدینشون بازی بکنن و اسباب بازی‌هاشون رو با اونها شریک بشن. در واقع اون روحیه تقسیم‌گری رو در بچه‌ها بالا می‌بره و باعث میشه بچه‌ها تفکر خلاق داشته باشن، تخیل بچه‌ها بالا بره، یعنی نقش‌پذیری داشته باشن، خودشون رو به جای نقش‌های مختلف بذارن، مثل نقش حالا دکتر،
نقش معلم و با هم بازی کنن، یعنی در واقع تخیل بچه ها رشد پیدا بکنه. علاوه بر اینها مهارت های اجتماعی بچه ها در بازی های گروهی تقویت میشه، یاد میگیرن چجوری با بقیه ارتباط برقرار کنن، حس های مختلف و هیجانات مختلف رو در دیگران بشناسن، خشمشون رو کنترل بکنن و چجوری بتونن دوست پیدا بکنن و دوستان خودشون رو نگه داشته باشن، چون دوستیابی یک بخش هست و نگه داشتن دوست یک بخش دیگه.